احترام خیلی داشتم. خوش اومدین آقای اتفاق، خیلی ممنونم که پیشنهاد و دعوت منو قبول کردین برای این گفتگو. ماجرا رو بگم که من دیشب و امروز چند تا استوری در اینستاگرام گذاشتم با موضوع ملی شدن صنعت نفت یا دولتی شدن صنعت نفت. امروز 29 اسفنده و توی تقویم ایران امروز به عنوان روز بزرگ داشته ملی شدن نفت در واقع چنین اسم براش گذاشته شده. من وقتی این استوریا رو گذاشتم فکر نمی کردم که اینقدر فیدبک بگیرم. تعداد زیادی استقبال کردن و تعداد خیلی زیادی هم ناراحت شدن. بعضی ها نصیحتم کردن که جوون نزن این حرف رو، یا بعضی ها خیلی دوستانه و مشفقانه تذکر دادن که تو نمیدونی و اشتباه میکنی. خلاصه فیدبک های مختلفی گرفتم. همین الان قبل از اینکه وارد این لایو بشم داشتن دوستان مختلفی پیام میدادن، انگار که ما داریم حرف جدیدی میزنیم، این که میخواییم یک رویداد تاریخی رو نقد کنیم و با یه عینک دیگه بهش نگاه کنیم. از شما یک مقاله ای دیدم و عنوان این مقاله این بود که نفت قبل از ماجراهای مصدق ملی بوده و مصدق در واقع نفت از حالت ملی به دولتی تبدیل کرد. به همین دلیل من خدمت شما تماس گرفتم که این گفتگو داشته باشیم. شما یه مقدمه ای بفرمایید، منم یه سوالاتی دارم مطرح میکنم. فعلا کامنت هام بازه که دوستانه که خواستن نکته یا سوال بنویسن اینجا تعامل داشته باشیم. در خدمتیم. سلامت باشید. من پیشا پیش سلام عرض می کنم خدمت خود شما دوست عزیز و بقیه مخاطبین و شنوندگان و حضار این برنامه و خدمتون عرض شود که ما در آستانه ورود به سال جدید 1400 هستیم. امیدوارم که دشواری های زیادی تو حوزه درمان و سلامت داشتیم به خاطر ویروس کرونا و مشکلات عادی اقتصادی هم وجود داشت. امیدوارم ما سال 1400 شاهد هم تغییرات به شگرفی در حوزه سلامت باشیم، بتونم در واقع اونجا تحولاتی رخ بده و هم در بحث اقتصاد در واقع وضعیت اقتصادی کشور بهتر بشود. امیدوار آرزوی روزهای بهتر رو برای همه در واقع هموطنانمون داریم و همینطور برای مخاطبان خوب برنامه شد. خیلی متشکرم. بذار از اینجا شروع کنیم، یه مقدمه خیلی کوتاه بگیم که الان وضعیت درآمد نفتی ایران چقدره. خب این چند سال که تحریم بوده و یه بخش خیلی کمی از بودجه دولت و مخارج دولت و حکومت از نفت تأمین میشد، شاید زیر 10%. ولی اگر تحریم نباشه، یعنی با این پیش فرض که ما بتونیم مثلا در سال 1400 روزی 2 میلیون بشکه نفت بفروشیم و برای هر بشکه نفت هم مثلا حدود 60 دلار در نظر بگیریم، فکر کنم زیر 50 میلیارد دلار در سال میشه درآمد نفتی. یعنی دولت میتونه اینقدر درآمد از فروش نفت و بقیه چیزها، گاز و اینها شاید داشته باشه. اون زمانی که نفت بالای 100 و نمیدونم 20 دلار و اینها شده بود، شاید همون موقع هم مجموع درآمد نفت ایران به سختی از 100 میلیارد دلار در سال تجاوز میکرد. من اینطوری تو ذهنم، ولی شما ما رو ارقام دارین. ولی برای اینکه این به ذهن نزدیک بشه، میتونیم اینو مقایسه کنیم مثلا با یک دوتا از شرکت های آمریکایی. مثلا اپل، الان اپل نزدیک به 300 میلیارد دلار در سال فروش داره، 270 80 میلیارد دلار، بعضی وقت بالای 300 میلیارد. آمازون نزدیک به 400 میلیارد دلار در سال فروش داره. و منظور این که ما الان اقتصادی در دنیا داریم که توی اون اقتصاد یکی دو تا شرکت مجموع درآمدهاشون چندین برابر مجموع حکومت ایرانه. یعنی پول نفت و مالیات و همه اینا رو که حساب کنی، در حالی که 60 سال پیش 70 سال پیش ما تو دنیا چنین پدیده‌هایی نداشتیم و نفت با یه رویکرد متفاوتی بهش نگاه می‌شد،
این مقدمه اول من رو داشته باشین، مقدمه دوم بگم و صحبت شما رو بشنویم. چند دقیقه پیش دیدم آقای میرزاخانی، علی میرزاخانی عزیز، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد، یه استوری تو اینستاگرامشون گذاشته و یه کتاب از دوستمون جعفر خیرخواهان معرفی کرده بودن و اونجا یه جمله ای از وزیر نفت ونزوئلا 44 سال پیش گفته بودن که ایشون 44 سال پیش که خودشون هم مؤسس اوپک بودن گفته بوده که نفت مدفوع شیطانه و ما در این مدفوع غرق خواهیم شد و انگار پیش بینی درسته داشتن، چون ونزوئلا واقعا در این وضعیت ناجور واقعا غرق شد. این دو تا مقدمه رو من گفتم و دوست دارم صحبت شما رو بشنم و بعد ورود پیدا کنیم به فضای تاریخی 60-70 سال پیش، ببینیم اون موقع چه شد و مصدق چه تصمیمی گرفت و چه کرد. خدمتتون عرض شود که بحثی که من اشاره میکنید داشتم این بحث بود که عرض بنده در اون بحث این بود که ببینید ملی شدن در واقع یه صنعتی، ملی شدن یه واژه خیلی روشنی نیست در واقع، البته شما میتونید به دیکشنری‌های معتبر دنیا مراجعه کنید، اما در واقع اون چیزی که میشه ازش فهمید این استش که اگر ذینفعان در واقع یه منبعی در یه سرزمین بتونن از اون منبع استفاده کنند و اون منبع متعلق به اونا باشه، این در واقع میشه ازش مفهوم ملی شدن در واقع متبادر بشه. کوشش شده که این ملی شدن رو در واقع دولتی شدن در واقع ترجمه کنند. من بحثم این بود که فرض کنید که آقای مصدق بعد از اینکه نفت رو ملی کردند دستشون باز بود و هیچ مشکلی هم برای ادامه مسیری که در پیش گرفته بودن نداشت. فرض کنیم که آقای مصدق در بعد از در واقع ملی شدن صنعت نفت با اون تعبیری که خودشون داشتن می توانستن این مسیر رو ادامه بدن. باید چه کار میکردن؟ کاری که باید میکردن این بود که ببین ما تو صنعت نفت دوستایی که با حوزه نفت و انرژی آشنا هستن و تو حوزه صنعتی آشنا هستن اینو به خوبی میدونن. ما دو جور قرارداد در واقع برای بهره برداری از این جور منابع داریم. یه جور قرارداد قرارداد خدماتی هستن. در واقع شما منابع کافی، سرمایه کافی، اطلاعات کافی، دانش کافی دارید، یه پیمانکار رو استخدام میکنید، اون پیمانکار میاد برای شما در واقع کارهای در واقع استخراج و اکتشاف و استرسال و فراوری و همه اینا رو برای شما انجام میده و بنابراین این یه روش انجام کاره. یه روش دیگه انجام کار این هستش که شما منابع کافی ندارید، دانش کافی ندارید، ممکنه که اصلا امکان فروشش رو نداشته باشید و روشی که در این شرایط به کار میگیرن در واقع روش اعطای امتیاز است. یعنی شما به اون پیمانکار یا اون طرف، اون شریک تجاری، اون طرف تجاری امتیازهایی رو واگذار میکنید یا اونو به شکلی در این منبع شریک میکنید و بعد اون شریک میاد در واقع از خودش منابع مالی میذاره، دانش فنی میذاره، محصولی رو که استخراج میشه میفروشه و توی صنعت نفت یا مثلا صنایع مشابه این مرسومه. یعنی میگن یا قرارداد شما مثلا قرارداد خدماتی یا پیمانکاریه و یا قراردادی که دارید میبندید قراردادیه که اعطای امتیاز. حالا این قرارداد اشکال متنوعی داره، بهش میگن قرارداد بی او تی، ای سی پی، ای سی پی اف، بیع متقابل، انواع اقسام قراردادهای جوینت ونچر اگریمنت. اینا به هر حال انواع اقسام قرارداد هست که شما میتونید با استفاده از با اتکای به این قرارداد ها در واقع اون منبعی رو که دارید ازش استفاده کنید. اگه این روش ها رو به کار نگیرید خب نمیتونید استفاده کنید. آقای مصدق بعد از این که در واقع ملی صنعت نفت رو به تعبیری که اون دوران مرسوم شد و مطرح شد ملی کردن، بازم ناگزیر بودن یکی از این دو روش رو استفاده کنید. روش اول یعنی استفاده از روش خدماتی امکان نداشت برای اینکه در واقع ایران سرمایه کافی نداشت، دانش کافی نداشت، امکان در واقع بهره برداری و اکتشاف و استحصال منابع نداشت و روش که میتونست مصدق بعد از اون
رویدادی که اسمش رو گذاشتن ملی شدن صنعت نفت، روش که مصدق میتونست ازش استفاده کنه، باز اعطای امتیاز. حالا این امتیاز به این معنی هستش که میتونست با یه شریک تجاری در یه جایی از دنیا، در اروپا، آمریکا یا شوروی در اون موقع پیدا کنه، قراردادی ببنده، به اون امتیاز بده. اون امتیاز میتونست مثلا به تشکیل مثلا شرکت ملی نفت بشه، سهام، بخشی از سهام شرکت ملی نفت رو مثلا واگذار میکردن به اونا، یا یه شرکت مشترکی درست میکردن که هر دو طرف سهامدار بودن، که میشد چیزی شبیه همون شرکت ایران انگلیس که قبلش وجود داشت، و در واقع سازوکاری، مکانیزمی در واقع ایجاد میکردن که میتونستن در واقع نفت رو بهره برداری کنن. خب این قبلش هم همین جوری بود، یعنی اون شرکت نفت ایران و انگلیس هم در واقع همین قرارداد رو با ایران داشت، منابع حاصل از، یعنی سهمی که ایران از اون قرارداد می‌برد، یه دوره مثلا فرض کنید سهم ایران 16% از سود تمام فعالیت‌های شرکت نفت ایران و انگلیس بود، اون در واقع به ایران پرداخت می‌شد، خوب متعلق به ایران بود. بنابراین از منظر قراردادی در اون چیزی که وجود داشت این بود که زینفعان ایرانی، زینفعانی که در سرزمین ایران زندگی میکردن، پیش از ملی شدن صنعت نفت هم در واقع داشتن از این منابع بهرمند میشدن و اون منابع متعلق به مردم ایران. حالا نکته که اعتراض آقای دکتر فاطمی و مصدق و بقیه همراهانش این بود که این سهم ما کمه در واقع، درسته؟ بله، ببینید در واقع تقریبا ما حدود به خدمتتون عرض شود که، بذارید من یه ذره از عقبتر در واقع بگم، هولوش مثلا 1280 که میشه فکر میکنم 1901 ما این قرارداد مظفرالدین شاه با این آقای ویلیام ناکس دارسی در واقع منعقد کرد، اون موقع که قرارداد در واقع منعقد شد، ما مثلا 16% از کل منابع در واقع شرکت بریتیش، اون شرکت نفت ایران انگلیس رو در واقع متعلق به ایران بود. در یه دوره رضا شاه میاد این قرارداد رو در واقع لغو میکنه و یه قرارداد جدیدی رو سال 1323 در واقع سال 1000 الان اجازه بدید پیدا میکنم، رضا شاه قرارداد رو در واقع لغو میکنه و یه قرارداد جدیدی رو در واقع منعقد میکنه. رضا شاه مفاد قرارداد رو تغییر میده و با تغییر اون مفاد اون قرارداد در واقع بخشی از امتیازهایی که در گذشته به اون شرکت نفت ایران انگلیس داده شده بود لغو میشه و یه قرارداد جدیدی منعقد میشه. مثلا حوزه عملکرد شرکت کاهش پیدا میکنه، ایران سهامدار اون شرکت میشه و منتقدان به روی کرده در واقع مصدق معتقدن که مصدق هم میتونست همین کار بکنه، یعنی مصدق هم میتونست عنوان منتقد این قرارداد دوباره قرارداد رو تغییر بده، مفادش رو تغییر بده و همین بحث هم مطرح شد. یعنی زمانی که بحث ملی شدن صنعت نفت مطرح شده بود، همون تاریخ بعد از اون ماجراها و اینا، شرکت نفت ایران انگلیس پیشنهادی رو به ایران ارائه میده که پیشنهاد خیلی خوبی بود. این که پیشنهاد خیلی خوبی بود و در واقع افراد برجسته‌ای مثل آقای فؤاد روحانی و مثل محمد علی موحد معتقد بودن که بعد از اون گفتگو و پیشنهادی که شرکت نفت ایران انگلیس داده بود، پیشنهاد خوبی بود. بنابراین بحث فقط سر یه قرارداد بود، یعنی اگه مفاد قرارداد تغییر میکرد همه چیز حل میشد، اون در واقع نظرات در واقع مصدق و بقیه در واقع همراهان مصدق میتونست تغییر پیدا کنه و بنابراین بحث ملی شدن صنعت نفت فقط یه بحث سیاسی بود در منازعه قدرت بین مصدق و شاه. یعنی در واقع خدمتتون عرض شد که مصدق برای حل و فصل مسئله قرارداد بین ایران و شرکت نفت، در واقع وضعیت ایران در قراردادی که بین ایران و شرکت نفت ایران انگلیس بود، میتونست مفاد قرارداد تغییر بده، به موقع قرارداد بزنه، اصلا قرارداد عوض کنه، رو راضی شدن که
به کلی قرارداد رو عوض کنن، امتیازهای خیلی بیشتری بدن. و اون کاری که مصدق کرد، آقای مصدق در واقع با روی کردی که داشت نفت رو به جای اینکه با همون وضعیت که در واقع ملی، تبدیل کرد به یه موضوع دولتی. یعنی دولت در واقع بیاد بنگاهداری در واقع صنعت نفت رو بکنه، دولت خودش بیاد. دو تا نکته خیلی مهم شما گفتین من مرور کنم. یکی جر زدن در واقع مصدق و حاکمیت ایران بود، یعنی قراردادی بسته شده بود. این اینو من میفهمم که ممکنه یه وقتی من برم یه جایی قرارداد ببندم و احساس کنم که در حق من اجحاف شده نسبت به اون قرارداد شاکی باشم، خب باید یه کاری بکنم، مثلا برم شکایت کنم یا برم مذاکره کنم. این چیزیه که ما تو ادبیات محاوره بهش میگیم جر زدن. ولی یک نکته مهم داره و اون نکته مهم اینه که در واقع دیگه فضای امنی نیست. یعنی اگر من با یه نفر دائم وارد جر زدن و ایراد گرفتن بشم، ممکنه طرف مقابل منم دیگه به این سادگی وارد معامله و مذاکره با من نشه. در واقع هزینه معامله، مبادله و قرارداد تو این شرایط خیلی بیشتر میشه، چیزی که ما بهش میگیم امنیت سرمایه گذاری. مثلا الانم تو فضای خصوصی همین اتفاق افتاده، این حکومت ایران فلان شرکت رو داده به بخش خصوصی و جر زده در واقع، و اینطوری ممکنه بعدها دیگه به این سادگی نتونه وارد قراردادهای بعدی بشه. این یه نکته بود. و نکته دوم یادم رفت، توی صحبتهای شما در واقع یه بحث دیگه، حالا شما بفرمایید من عرض میکنم. ببینید یه نکته خیلی مهمی در واقع مطرحه که این قرارداد مثلا اون دوره که مثلا بسته شد اولوش مثلا 1280 قرارداد بسته شد میشه مثلا 1901 میلادی. تصوری که ما در اون از اون دوران داریم باید این تصور رو ذره دقیقش کنیم. تقریبا 1280 که این قرارداد بسته شد، اندکی پیش از اون تقریبا فکر میکنم مثلا 2-3 سال قبل از اون قراردادی بسته شده بود که ما اولین بار مثلا یه جنراتور برق خریده بودیم. مظفرالدین شاه در واقع این کار کرد، یه جنراتور برق خریده بود، یه کسی اومده بود اینو نصب کرده بود، یه شخصی به اسم حیدر مغلی که خودش از بنیانگذاران حزب کمونیست تو ایران بود. و میخوام بگم تو اون دوره اینجوری نبود که این قرار باشه که فقط این امتیاز مثلا به یه جای خاصی داده بشه. و اون دوره دوره‌ای بود که مثلا 1901 که قرارداد ویلیام دارسی بسته شده بود، 10 سال قبلش تازه اصلا اتومبیل اختراع شده، یعنی خودرو برای اولین بار مثلا 10 سال قبلش اختراع شده بود. شرکت های مثل اولدزموبیل و فورد و بنز و اینا برای اولین بار تازه تو همون 10 سال داشتن تأسیس می شدن. 1903 شرکت فورد تو آمریکا تأسیس شد، یعنی 2 سال بعد از قرارداد ویلیام دارسی. 1910-11 تقریبا به اولین خط تولید شرکت فورد را افتاد. و یعنی این تاریخی که شما دارین میگین میشه مثلا حدوداً 20 سال بعد از اینکه در آمریکا پالایشگاه نفت فعالیتشون رو شروع کردن، درست میگم؟ بله. یعنی راکفلر و اینا توی آمریکا بودن 1800 و چند، مثلا 1870. نکته ای که من آقای کاظمی در واقع میکوشم که توضیح بدم این هستش که ببینید در اون دوره که هنوز تازه مثلا صنعت اتومبیل و نفت و اینا داشت با می گرفت، اینجا در دوره که مثلا قرارداد ویلیام دارسی داشت بسته می شد، ما تعداد افراد باسواد در کشور بسیار کم بود. کسایی که اصلا مفهومی به اسم شرکت، تأسیس و ثبت شرکت در ایران وجود نداشت. یعنی اگه شما در مثلا 1280 می‌خواستید شرکت در ایران ثبت کنید، این مفهوم اصلا به لحاظ اداری اونجا توی ایران شکل نگرفته بود. ما افراد حقوقدانی نداشتیم یا افراد متخصص تو حوزه نفت نداشتیم که در واقع بتونن همه جزئیات ماجرا رو بتونن ازش سر در بیارن. البته نفت یه پیشینه طولانی تری توی ایران داره و به صورت
جریان قیری که در واقع در سطح زمین جریان داشت در واقع سالهای سال استفاده می شود. و من یک کتابی رو دارم به اسم خواب آشفته نفت متعلق به آقای محمد علی مبعد که این 4 جلده، ایشون توضیح خوبی در این مورد میده که در واقع دوران چجوری نفت در واقع استفاده میشد، حتی امتیازش توسط پادشاهان واگذار میشد و اینا. میخوام بگم ما در اون دوره که این قرارداد بسته میشد سر در نمی آوردیم که اصلا این نفت قرار است به چه کار بیاد، و هنوز نفت در واقع در اون دوران یک محصول استراتژیک نبود. نکته خیلی مهم اینه که نفت در 1900 نفت در واقع یک کالای تجاری بود، نه یک محصول استراتژیک. نفت هنوز وارد عرصه‌ای نشده بود که به عنوان یک منبع انرژی به صورت خیلی چشمگیر و گسترده بتونه استفاده بشه. در واقع ما اولین بحران‌های انرژیمون از 1970 به بعد بود، یعنی حدود مثلا 70 سال بعد از قرارداد ویلیام دارسی در واقع ما تازه شاهد اولین بحران‌های در صنعت نفت بودیم. من یه گزارشی رو در بردم اخیراً که از روی اون گزارش سرزده بدید براتون یه چند تا عدد بگم. مثلا ما در سال 1973 کل مصرف در واقع کل تامین انرژی تامین شده در جهان حدود مثلا 6000 مگاتن معادل نفت بود که توی 2018 رسیده به 14500 مگاتن معادل نفت، یعنی در واقع حدود مثلا از 1973 تا 2018 مثلا کل مصرف انرژی در دنیا حدود 2.5 برابر شده. و قبل از 1973 در واقع به ویژه مثلا توی 1900 که قرارداد دارسی بسته می شد نفت یک کالا استراتژیک نبود. دانش فنی 2900 که ما قرارداد بستیم وجود نداشت، توی دنیا وجود نداشت. ما بلتب به عنوان کشوری که توسعه نیافته بود، به عنوان کشور توسعه نیافته بهره کمتری از این دانش داشتیم و بنابراین یه قراردادی بسته شده بود. اون قرارداد یه بار مثلا رضا شاه تغییر داد. چرا رضا شاه تغییر داد؟ برای اینکه تصور این بود که میشود مثلا امتیازهای بیشتر گرفت. حالا ممکنه یه عده معتقد باشن که رضا شاه می‌خواست از این طریق امتیازهایی بده، اما این نشون میده که قرارداد میتوانست تغییر پیدا کنه و ما در گذر زمان به تدریج دانشمون نسبت به موضوع تغییر پیدا کرده بود، سطح سواد در ایران تغییر پیدا کرده بود، نظام اداری در ایران شکل گرفته بود، امکان در واقع ایران به تدریج توسعه یافته تر شده بود و به اتکای در واقع این تحولات و تغییرات ایران تصور میکرد یا در واقع صاحب نظران و فرهیختگان ایرانی تصور میکردن که ممکنه بتونن قرارداد بهتری ببندن که امتیاز بیشتری بگیرن. خب این همچنان میسر بود. در واقع انتقادی که به مصدق میشود این استش که آقای مصدق میتونستن به جای برپا کردن اون قائله که مجموعی از مشکلات سیاسی رو در پیداشت، عواقب سیاسی رو در پیداشت، قرارداد رو تغییر بدن و همچنان در واقع در زنجیره همکاری های بین المللی در واقع فعالیت اقتصادی استخراج و استحصال و اکتشاف و فروش نفت در واقع در این زنجیره رو خوده. کما اینکه شما میبینید که امروز هم در دنیای امروز مثلا عربستان شرکت آرامکو در پی اینه که مثلا سهامش رو تو بازار بورس دنیا واگذار بکنه و این معنیش نیستش که این شرکت آرامکو داره غیر ملی میشه. اون هنوز هم در واقع عربستانی ها به عنوان زین افغان این منبع هنوز صاحب اون منبع هستن به هر ترتیبی که اونجاست، اما در واقع داره میکوشه که وارد بازارهای بین المللی بشه، در واقع شرکای بین المللی پیدا کنه، بتونه در واقع بیش از پیش در واقع خودش رو با تجارت جهانی و کسب و کار بین المللی در واقع پیوند بزنه. و این نکته مهمیه که ما در واقع اشتباهیه که آقای مصدق کرد. خب پس در واقع شما الان نکته تو اینه که
اشتباه آقای مصدق این بود که به جای اینکه وارد مذاکره و بهبود شرایط قرارداد بشه، وارد جنگ شد و اون جنگ هم در داخل ایران عواقب سیاسی شدیدی داشت، هم بیرون از ایران، و سالها شرایط در واقع نامناسبی ایجاد کرد. این چیزی بود که من از صحبت شما متوجه شدم. حالا نکته اینه که اون چیزی که من میفهمم اینه که آقای مصدق به پیشنهاد آقای دکتر فاطمی یه پیگیریهایی کردن و اون قرارداد رو باطل کردن، نفت رو دادن به حکومت ایران یا به دولت ایران در واقع، و از اون به بعد دیگه نفت در ایران دولتی شد. شما اطلاع دارین که همزمان در کشورهای منطقه مثل عربستان و امارات و کویت و اینا اون موقع چه خبر بود؟ رو بحث نفت چه تحولاتی داشت اتفاق می افتاد اونجا؟ توی کشور مختلف در واقع قبل از مثلا ما در واقع مکزیک مثلا صنعت نفت ملی شده بود، یه حوادث اینجوری باعث می شد که در واقع ایران تحریک کنه به این کار. منتها یه نکته که خیلی جالبه من از کتاب آقای موحد در واقع می خونم اینه که آقای موحد به نکته خیلی مهمی اشاره میکنن و این نکته این هستش که ایشون میگن که قرارداد نفت در ایران خیلی قرارداد متفاوتی بوده و در واقع از کتابشون من میخونم میگن وضع استثنایی ایران نسبت به همون کشورهای دیگه که در واقع شما مورد اشارتونه، میگن در اون دوران شرکت‌های صاحب امتیاز در ازای هر تن نفتی که استخراج می‌کردن حق امتیازی مقطوع می‌پرداختن. تنها استثناء در آن میان نفت ایران بود که قرارداد دارسی فرمول ویژه‌ای برای محاسبه درآمد ایران پیش‌بینی کرده و مقرر داشته بود که 16% منافع خالص تمام شرکت‌هایی که از سوی صاحب امتیاز تأسیس گردد سال به سال به دولت علیه ایران کارسازی شود. این حکم که در ماده دهم امتیازنامه آمده بود در آن روزگار که آن را امضا می‌کردند معنای زیادی نمی‌توانست داشته باشد، اما بعدها که قلمرو کاربردی نفت وسعت گرفت و فعالیت شرکت صاحب امتیاز نیز در اطراف و اکناف عالم گسترش یافت، این ماده موجب ناراحتی خیال صاحب امتیاز بود. یعنی در واقع اون شرکت دارسی چون فعالیتاش گسترده شده بود وقت بعد 16% فعالیتاش رو تو جای دیگه دنیا به ما پرداخت میکرد به اون قرارداد دارسی. ما راجع به شرکت بریتیش پترولیوم صحبت میکنیم، یعنی شرکت ایران نفت ایران انگلیس بعد از اینکه این قرارداد در واقع تموم شد تبدیل شد به شرکت بریتیش پترولیوم که الان هم در واقع اسم بی پی رو تغییر داده، بی بزرگ و پی بزرگ و تبدیل کردن به بی کوچیک و پی کوچیک شده بیاند مثلا پترولیوم، یعنی در واقع حوزه کارش رو در واقع تغییر داده و مثلا داریم راجع به این شرکت صحبت میکنیم، شرکتی که پس در واقع دولت ایران سهامدار یک شرکتی بوده که اون موقع هنوز خیلی گسترش نداشته ولی بعدها تبدیل شده شرکت خیلی بزرگی که یعنی اگر همچنان ایران سهامدار اون شرکت بود خیلی ثروتمندتر از این هم سهامدار آقای کازن هم سهامدار اون شرکت بود و هم میتوانست قراردادش رو بازم تغییر بده، یعنی به توصیف دو تا از کارشناسای برجسته مثل این آقای موحد و آقای فواد روحانی، این آدم های برجسته تو صنعت نفت بودن، معتقد بودن بعد از اینکه مصدق بحث در واقع غیر یعنی در واقع مناقشه سر قرارداد مطرح کردن و اینا، اونا امتیازه پیشنهادهای خیلی خوبی به ایران دادن، پیشنهادهایی که حتی بعدش در واقع قراردادی که شاه با کنسرسیوم و اینا بستن به اون خوبی نبود. نکته ای که من خیلی علاقه دارم اینجا مطرح کنم این هستش که ما در واقع از رهگذر دولتی شدن قرارداد دولتی شدن صنعت در واقع چه آسیبایی دیدیم، این خیلی موضوع مهمه. ببینید ما چند جور آسیب دیدیم از دولت شدن صنعت. یکی این استش که وقتی که شما در واقع انجام یه پروژه رو انجام یه کاری رو به
به صورت انحصاری به یه نفر واگذار میکنی و هیچ اون یه اون به اون به یه پیمانکار یا به شرکت یا به وزارتخونه واگذار میکنید و اونم هیچ رقیبی نداره، بنابراین شما نمیدونید قیمت تموم شده میخواد چقدره. ببینید ما اومدیم قرارداد از شرکت های خارجی گرفتیم دادیم دست وزارت، دست شرکت ملی نفت، بعد از انقلاب هم شرکت ملی نفت رو کردیم وزارت نفت. وزارت نفت هم تعداد زیادی زیر مجموعه های عیز و طبیع برای خودش ایجاد کرده و همین اواخر وزیر نفت در مصاحبه مثلا میگفتن که ما 100,000 نفر نیروی مازاد داریم. 100,000 نفر نیروی مازاد. آقای بیژن زنگنه در یه مصاحبه میگن 100,000 نفر نیروی مازاد داریم. 100,000 نفر نیروی مازاد در وزارت نفت با حقوقای خاصی که وزارت نفت داره و با اون امکانات خاصی مثلا 100,000 زب داره ماهی 50,000,000 تومان هزینه مثلا. حالا مثلا کمتر از اینا فرض کنید، فقط موقع نیست. نه واقعا همینه که من عرض میکنم، یعنی شما حقوق و بیمه و خدمات و ساختمان و صبحونه نهار شام و هتل و اینا رو حساب کنید، بلیط هواپیما و همین جوریه و هزینه های جانبی واقعا خیلی زیاده و این تازه بر اساس مفروضات یه وزیریه که باز داره در سیه ساختار دولتی صحبت میکنه. یعنی وقتی که آقای زنگنه میفرمند که مثلا نیروی انسانی ما مثلا 50% مازاده، باز توی ساختار دولتی داریم روز به این 50% صحبت میکنیم. یعنی اگر در واقع شما در یه بخش خصوصی کار میکردید خیلی بیشتر از اینا در واقع مازاد. این معنیش این استش که قیمت تمام شده استخراج نفت و گاز برای ما ممکنه بسیار بیش از اون چیزی باشه که باید میتونست انجام بشه. این اولین آسیبیه که واگذاری صنعت نفت به دولت با یه بنگاه‌های دولتی میتونه برای مردم داشته باشه. یعنی اگر ما با عنوان زینفان با عنوان صاحبان نفت میومدیم میگفتیم از فردا دیگه ما با وزارت نفت کاری نداریم، ما در واقع وزارت نفت تبدیل میشد به یه مؤسسه خیلی کوچیک که قرارداد اکتشاف و استخراج و حفاری و استحصال فقط چیکار میکرد؟ مناقصه‌های بین المللی برگزار میکرد و اینو واگذار میکرد به مثلا پیمانکارهای داخلی و خارجی هر کی داخل. و قیمت‌های واقعی برای در واقع این کارا برای ما به دست میومد و تو این رقابت ما میتونستیم با قیمت‌های پایین‌تر این کارو انجام بدیم. شما هم تصور کنید که مثلا ما شرکت هایی توی مثلا این مجموعه ها داریم که خب اگر اینا کاری بود نداشته باشن همچنان هستن دیگه. یه شرکتی تأسیس شده یه دوره در زیر مجموعه مثلا این وزارت خونه، من اسم نمیبرم، اما این شرکت ها در یه دوره اینا کاری داشتن انجام بدن، الان دیگه ندارن کاری انجام بدن و بنابراین همین جوری هم موندن. خب دولت هم مجبوره به اون کارمندایی که اونجا دارن کار میکنن حقوق پرداخت کنه. اون کارمندا مقصر نیستن چون اونا در واقع استخدام شدن، اگه کاری باشه خب مسئولیتشون انجام میدن، وقتی هم کاری نیست مجبورن بیکار. اینجا ما با هم اختلاف نظر داریم، اون کارمندا از نظر من مقصرن، ولی خب حرف شما رو من میفهمم. خب این اولین زیانیه که ما در واقع باش روبرو هستیم. دومین زیانی که باش روبرو هستیم از دولتی شدن در واقع صنعت نفت، عدم انتفاع از این صنعت. ببینید ما مالک 18% منابع گازی جهان هستیم، در حالی که امروز که من با شما صحبت میکنم همین اواخر یه گزارشی رو من منتشر کردم که ما سهممون از صادرات در واقع گاز تو دنیا خیلی خیلی ناچیز، یعنی در واقع مهمترین در واقع صادر کنندگان گاز در دنیا، اجازه بدید من بیارم، از مجموع 1053 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی صادر شده در جهان در سال 2019 مهمترین صادر کننده های گاز طبیعی روسیه است، بعد قطر، بعد نروژ، بعد استرالیا است، بعد ایالات متحده آمریکا است، بعد ترکمنستان، بعد کانادا، بعد الجزایر، نیجریه و مالزی. و اینا در واقع بخش اعظم این 1053 میلیارد متر مکعب گاز صادر شده در سال 2019 رو اینا در واقع صادر کردن و یه مقدار بسیار ناچیزی میمونه که کشورهای دیگه صادر کردن و ایران به من کس که صادر
18% منابع گازی جهانه، که این عدد بزرگی اصلا تو بازی در واقع این کسب و کار نیست، تو بازی نیست، در واقع نقشی نداره. و خب این عدم انتفاع، عدم انتفاع بزرگیه. یعنی من یه سوال همینجا بپرسم، اون کشورهایی که تونستن چنین جایگاهی در صادرات گاز پیدا کنن از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، درسته اینطوری به نتیجه رسیدن؟ یعنی در واقع مشارکت رو بزنید، مثلا یه مثال من برای شما بزنم. یکی از ما یه منبع مشترک داریم، منبع مشترک گاز داریم که منبع گازیه که پارس بهش میگیم، ما بهش میگیم منبع گازی پارس جنوبی. این منبع رو با قطر شریکیم، قطری ها بهش میگن گنبد شمالی، این اونا اسمش رو گذاشتن گنبد شمالی، ما بهش میگیم منبع گازی به خدمتون عرض شود که پارس جنوبی که اصلا هر چقدر اونجاها. بله که هر چقدر که هر کسی زودتر از این گاز استفاده کنه اون برنده است دیگه. ما سال زیادی از این منبع استفاده نمی کردیم، قطری ها یه طرفه داشتن ازش استفاده می کردن و می فرد. قطری ها این گاز رو تبدیل می کنن به LNG، به LNG در واقع همین گاز طبیعیه که تبدیل میشه به مایع، بعد چند صد برابر کوچیکتر و سهتر بشه گاز و بعد تبدیل به مایع میشه. و یه کشتی مخصوصی دنیا هستش که اینا رو میزن تو این کشتی ها. قطر اینا رو به ژاپن صادر میکرد و خب یه مشارکت بین المللی، یه مثلا فرض کنید که شرکت های بزرگی تو دنیا هستن، این فناوری رو دارن که میان گاز در واقع مایع میکنن، بعد اونجا تو مقصد دوباره باید با یه فناوری پیشرفته ای این گاز قابل استفاده بشه، تغییر شکل بده. اون کشتی ها و اون صنعت حمل و نقل هم در واقع برای خودشون یه فناوری خاصی دارن و بنابراین ما اونجا میبینیم که با یه زنجیره تجاری روبرو هستیم که قطر هم یه عضوی از اون زنجیره تجاریه و داره با این شرکت ها همکاری بین المللی میکنه. داخل قطر هم شرکت های مثلا خدمتون عرض شود که پیمانکارای خارجی و داخلی هستن که در واقع کارش رو برون سپاری کرده، آتسورس کرده و اونا دارن کار انجام میدن و بنابراین به حضور در این مشارکت های بین المللی، فعالیت در این زنجیره های اینجوری میتونه که موفقیت آمیز باشه. و بعد خود این موضوع یعنی من اینجا یه نکته را ببخش من وسط صحبتون ورود پیدا میکنم، ما از مصدق شروع کردیم، نکته شما این بود که اگر مصدق این کار را نمیکرد الان وضعیت سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران جوری میشد که درآمد فروش نفت و گاز در ایران بسیار بسیار بیشتر میشد و همون سهمی که ما دریافت میکردیم خیلی بیش از اینی بود که الان است. منظور شما اینه دیگه، درسته؟ بله، یعنی ما در واقع مثلا یکی از طرحهایی که وجود داشت این بود که ما گازمون رو از طریق لوله به اروپا ببریم، کاری که در واقع به روسیه انجام داد و در واقع رقیب ما بود روسیه برای این کار. و اگه ما میتونستیم با لوله گازمون رو به اروپا صادر کنیم، این هم میتونست منابع بسیار زیادی برای ما ایجاد کنه، هم موقعیت استراتژیک زیادی برای ما ایجاد کنه، هم به یه شکلی در واقع همون کاری که روسیه با اروپا میکنه که با شیر گاز در واقع اروپا رو کنترل میکنه، میتونست برای ما موقعیت ممتازی رو ایجاد بکنه. ما الان در آقای اتفاق الان مخاطبه ما چون صبح تا دارن برای من کامنت میفرستن اینو میگن که میگن خب این تقصیر مصدق نیست، جمهوری اسلامی چنین بلایی سر ما آورده، جمهوری اسلامی سیاست خارجیش جوریه که روابطش با دنیا خوب نیست، تحریم سرمایه گذار نمیاد تو ایران، فضای امنی نیست، نتیجهش این میشه. چرا شما به مصدق ربطش میدید؟ این سوالیه پیش میاد دیگه. نه، اون عرض من در مورد در واقع هزینه در واقع استخراجم تفاوتی نداره. در واقع ما در مورد هزینه استخراج، اینکه شما بیاید این پروژه رو به صورت انحصاری در واقع در اختیار یه شرکت یه وزارتخونه قرار بدید، بازم همین وضعیت. ببینید، نکته خوبی گفتیم، علاوه بر دولتی شدن
در انحصار دولت ایران هم قرار گرفت، انگار این قسمتش آسیبش بیشتر بوده. این نکته خیلی مهمه. ببینید توی چین شما خودروسازهای دولتی دارید، خب اما اون خودروسازهای دولتی در فضای رقابتی دارن فعالیت میکنن، یعنی شرکت های خارجی تولید کننده خودرو هم هستن و اونا در کنار اونا دارن رقابت میکنن. از لحاظ کیفیت و قیمت یه خودروساز دولتی چینی ناگزیره که بتونه با شرکت های درجه یک اروپایی و آمریکایی و کره‌ای و ژاپنی بتونه رقابت کنه. درسته که مالکیتش دولتیه، اما باید بتونه تو این فضا رقابت کنه و قیمت خودرو هم معلومه. یعنی شما نمیتونید قیمت خودرو رو برای خودتون یه قیمت ناشناخته بذارید. ما الان نمیدونیم یه بشکه نفتی که داره استخراج میشه قیمت تموم شدهش چقدره. زمان قبل از انقلاب هم نمیدونستیم، تفاوتی نمیکردیم، چون یه دونه در واقع شرکت انحصاری به اسم شرکت ملی نفت وجود داشت که این شرکت انحصاری باید در واقع کار به اکتشاف و استخراج و حفاری و برابری و پالایش و توزیع و همه رو انجام میده. خب اگه این کار رو اصلا ما فرض کنیم که شرکت ملی نفت که اون موقع شرکت ملی نفت بود، از انقلاب شد وزارت نفت، این فقط میشد یه سازمان اداری که قرار بود به نمایندگی از ذینفعان ایرانی این کار رو واگذار کنه به پیمانکارهای خارجی. این هم سبک قراردادی که مثلا ما با ویلیام دارسی داشتیم، میومد از این قراردادها با شرکت های مختلف میبست، امتیاز میداد یا خدمات خرید خدمات انجام میداد یا یه جایی امتیاز میداد، میگفت مثلا بخشی از سهام حوزه نفتی مثلا مال شما. همین کاری که الان همین الان هم اگه تحریم نباشه یا قبل از اینکه این تحریم ها جدی تر بشه، وزارت نفت و ایران هم همین کاری میکرد. قرارداد بیع متقابل داشتن، طرف های خارجی میومدن و هزینه و دانش فنی اجرای اون پروژه ها رو تامین میکردن و بخشی از منابع حاصل از در واقع استحصال نفت رو در واقع استفاده میکردن. اصل موضوع اینه که حرفی که آقای مصدق داشت میزد که ما در واقع نفت رو ملی کنیم، ملی کردن نفت به این معنا که منابع حاصل از نفت متعلق به مردم ایران باشه، پیش از مصدق هم همین جوری بود. فقط مقدار این در واقع مقداری که تو قرارداد وجود داشت مورد اعتراض بود، قابشکار نداشت. یعنی این بحثیه که شما همیشه میتونید بکنید، شما همیشه به عنوان یه طرف قرارداد میتونید برید با طرف قرارداد خودتون مذاکره کنید، بگید من دیروز اومدم با شما یه قرارداد بستم، شرایطش اینجوری بوده، زمان بندیش اینجوری بوده، مفاد قرارداد اینجوری بوده، حالا من میخوام قرارداد تغییر بدم، مفاد قرارداد تغییر بدم. 1311 رضا شاه در واقع یه بار این کارو کرد، یعنی قرارداد تغییر داد و در واقع بعد از این تغییر در واقع مفاد جدیدی رو در واقع توی قرارداد وجود دوباره میشد این کارو تکرار کرد. من چیزی که نکاتتون خیلی جالبه واقعا، من الان ذهنم پرید سمت یه خاطره هایی، شاید بعدی نباشد اینجا برای شما هم بگم و شیر کنم. خب پارسال کرونا شد، من نرفتم سفر، امسالم که نیمه کرونا است، انگار نیمه قرنطینه است، ولی من چندین سال دیگه مثلا از اواخر اسفند 15 اسفند میرفتم دور ایران، میگشتم به مدت یک ماه. بعد اون سفر هام هم اینطوری بود که ماشین نمی بردم، با پول پشتی میرفتم و میرفتم مناطق مرزی و روستایی و یکی از نیاتم هم این بود که با موضوع فقر توی ایران بیشتر آشنا بشم. واقعا وضعیت بغرنج و یعنی واقعا اشک آدم در میاد. یعنی شما میری اینجا توی مملکت مناطق مرزی فقر و فلاکت رو که میبینی خیلی تأثیر برانگیزه. من حدود مثلا 300 روز به صورت هیچ هایک و با پول پشتی تو مناطق مرزی و فقیرنشین ایران گشتم و معمولا تو خونه مردم شب اقامت داشتم تو روستاهای مختلف و همیشه حسم این بود که میتونست اینطور نباشه. یعنی اگر این وضعیت اقتصاد دولتی ما نداشتیم،
اینطور نمیشد. یعنی اتفاقا تو مناطق مرزی مردم ثروتمندتر بودن نه فقیرتر، در حالی که فرق تو مناطق مرزی، یعنی شما مثلا خراسان، بلوچستان و همینجوری بیاید جنوب ایران و کردستان، یعنی کل مناطق مرزی، اینطوری که مثلا 70% فقرای ایران تو این مناطق سکونت داره. چرا من این نکته رو گفتم؟ حالا هم خاطرات خودم یادم اومد، هم اینکه این نکاتی که الان شما دارین صحبت میکنید چیزی که دقیقا به زندگی ما مربوطه. امروز چند نفر به من یه انتقاد داشتن، نقدشون این بود که آقا 60 سال پیش یه اتفاقی تو مملکت افتاد، چی الان تو داری در موردش حرف میزنی؟ ولی یکی این که مهمه که 60 سال پیش اتفاق افتاده. نکته دوم این که اون تفکری که 60 سال پیش داشته مملکت رو اینطوری پیش برده همچنان هست، محکم هم هست، خیلی محکم، با شور حسینی هم داره فعالیت میکنه. یعنی وقتی که تو فضای مجازی و شبکه های اجتماعی فعالیت کنه هنوز داره میگه منافع ملی ها باید از طریق گسترش دولت و بزرگ کردن دولت و نمیدونم محدود کردن دست اجنبی و خلاصه. اینم درد و دل ما بود برای شما آقای اتفاق. آقای کاظمی یه نکته ای هستش که من دوست دارم تاکید کنم. در صدا میاد؟ بله بله. یه نکته که دوست دارم در مورد اون بحث تاکید کنم اینه که یه مشکل سومی هم در واقع در مورد این روی کرده آقای مصدق وجود داشت، و این مشکل سوم این بود که ببینید شما وقتی که این حجم از اختیارات گسترده، منابع عظیم رو در اختیار دولت قرار میدید، یعنی در واقع سومین ایرادی که میشه به روی کرده مصدق گرفت اینه، وقتی شما در واقع منابع عظیم قدرت و ثروت رو در اختیار دولت قرار میدید، دولت رو هم از اون کاری که باید انجام بده در واقع منحرف میکنید. دولتی که باید به کار حکمرانی بپردازه به کار بنگاهداری میپردازه. یعنی الان اون کسی که میگه مقصر خب مثلا آقای مصدق مثلا نبوده، امروز مثلا مشکل ناشی از وضعیت موجوده، من میخوام بگم که این همون دانه‌ایه که در واقع آقای مصدق در واقع کاشته و ما داریم درو میکنیم. ببینید وقتی شما با یه دولت مالیات بگیر طرف حساب هستید که باید از دست مردم مالیات بگیره، این دولت مالیات بگیر باید پاسخگوی مردم هم باشه. وقتی یه دولت نفتی است که دستش تو جیب خودشه و خیلی هم نیازی به مالیات نداره، این چه در زمان قبل از انقلاب و چه در زمان بعد از انقلاب همین جوریه. وقتی دولت قرار نیست مالیات بگیره و دستش تو جیب خودشه، به جای اینکه خدمتگزار مردم بشه، دولت تبدیل به ارباب مردم میشه و موقعیت دولت در واقع تغییر پیدا میکنه. و این نکته خیلی خیلی مهمیه. یعنی در واقع دولت به جای اینکه به کار حکمرانی بپردازه، تبدیل به یه دولت بنگاهدار میشه. شما الان خیلی از وزارتخونه ها یا بعضی از وزارتخونه ها یا بعضی از مثلا شرکت های دولتی مثلا میبینید که برای خودشون رسانه مستقل دارن. اصلا برای چی باید یه وزارتخونه رسانه مستقلی ایجاد کنه؟ مگه نباید به رسانه پاسخ باشه؟ وقتی یه رسانه مستقل ایجاد میکنه، یعنی که من اخبار مربوط به خودم هر جور که دوست دارم میخوام منتشر کنم و به هیچ رسانه دیگه هم پاسخگو نیستم. این اصلا ما باید در چی هزینه یه رسانه مستقل رو در ذیل یه وزارتخونه پرداخت کنیم؟ اگه یه پیمانکار می اومد و با ما قرارداد می‌بست و مثلا به ازای هر بشکه نفتی که قرار استخراج بشه ما قرار بهش یه وجهی رو پرداخت کنیم، این بحث دیگه مطرح نبود. ما گفتیم مثلا شما برای چی اگه دوست داری رسانه برای خود درست کنی برو بکن، اما باید این کار با پول خودت بکنی نه با پول ما انجام بدی. یه نکته خیلی جالب شما می‌خواید بگیم که این بنگاهداری و این منابعی که در اختیار دولت قرار گرفت نتیجه‌اش این بود که کلی کار غیر ضروری و مضر انجام دادن دیگه. کلی کار غیر ضروری و مضر انجام میشه و اون کارهای ضروری هم که باید انجام بشه نمیشه. مثلا یکی از کارهای ضروری که باید انجام میشه اینه، اونه که با صنعت نفت آشنایی دارن میدونن موقع استخراج نفت از همزمان با استخراج نفت یه سری گازهای همراه نفت در واقع هست، بخشیش هم در واقع گاز طبیعی قابل استفاده است، بهش میگن گازهای فلرینگ. فلرینگ اون
در واقع مشعلیه که شما حتما توی این فیلم و عکس ها دیدید که یه مشعلی، یه دودکشی داره یه گازی رو توی محل مثلا چیز میسوزه، اون جایی که در واقع تو فضای در واقع استخراج نفت و ایناست، حتما دوستایی که مثلا کمتر آش دیدن شعله‌ای که هست بهش میگن فلرینگ، یعنی فلر کرد، فلرینگ در واقع کنست. یکی از کارهایی که تو دنیا میکنن اینه که اون گاز رو در واقع استفاده میکنن. خب ما سالهاست از این گاز استفاده نمیکنیم و میسوزیم. کی الان اخیرا مثلا وزیر نفت اعلام کرده که ما یه پروژه‌ای رو داریم اجرا میکنیم که به زودی قراره که مصرف کنیم. خب اگه شما اینو به بخش مثلا خصوصی واگذار کرده بودید در این مثلا چه میدونم 100 سال گذشته، در این مثلا 100 سال گذشته، نمیدونم 70 60 سال گذشته، اگه بخش خصوصی پیمانکار شما بود، هزینه اون گازی که داره تو فلر از بین میره رو باش حساب میکرد، میگفتید برو اونو در واقع استفاده کن، استحصال کن، برآوری کن و ازش استفاده کن و منم هزینه شد تو صورت حسابت مینویسم. اما شما وقتی که با یه دونه پیمانکار انحصاری به اسم مثلا دولت طرف حساب هستید، اصلا بحث ما وزارت نفت نیست، بحث ما اقتصادیه که مبتنی بر دولته، بحث ما بنگاهداری دولتی سوء تفاهم برای مخاطبش. انگار اینطوریه که بنیانگذار مفهوم بنگاهداری دولتی در ایران آقای مصدق و طرفدارشون بودن. یعنی میشه چه برداشت کرد؟ من یه شبیه مصاحبه یه تلویزیونی این جمله رو گفتم که حتی بنیانگذار تورم در ایران هم آقای مصدقه و برای این موضوع دفاع دارم. من فکر کنم که اگر آقای مصدق چنین کاری با اقتصاد ایران نکرده بود، ما مسئله تورم ما راحت تر میتونستیم. ولی بحثش خیلی مفصله، شاید یه وقت دیگه صحبت کنیم. من خیلی کنجکاوم، چون شما خیلی اطلاعات خوبی دارید، دوست دارم بیشتر یاد بگیرم. میتونیم فضای در واقع صنعت نفت در دنیا اون موقع، یعنی 60-70 سال پیشا، بیشتر باش آشنا بشیم. مثلا آمریکا چه جوری بود؟ یه نکته اینه که جای مختلف که من حرف می‌زدم اینطوریه که آدم به من میگن مگه حالتی به جز مالکیت دولت بر نفتم میشه تصور کرد؟ چون ما همیشه اینو دیدیم دیگه. بعد نگاه میکنیم اطرافمون عربستان و امارات و کویت و امارات که نفت نداره، یه داره روسیه و کجا و کجا، همه اینا ونزوئلا و اوپک و وزرای نفت میرن میشنن تصمیم میگیرن و اینا. چون فقط این حالت رو دیدیم، آدم ها به سختی میتونن بپذیرن که مگه میشه مثلا بخش خصوصی یا شرکت های مالتی نشنال کمپانیز مثلا مالک نفت باشن در یک کشوری. ما میتونیم در این مورد حرف بزنیم که اون موقع مثلا آمریکا چجوری بود، بقیه جای دنیا چجوری بودن، یه مقداری از راکفلر مثلا صحبت کنیم و کمپانیایی که راکفلر داشته. خدمتتون عرض شود، یه چیزی که میخوام مربوط به بحث شماست بگم و بعد در واقع پاسخ سوال شما برسم از این مسیر، این هستش که جالبه بدونید که در دنیا شرکت ببینید مقدار گاز فلری که سوزونده میشه سر چاه، یعنی گاز طبیعی که داره از دست میره، اون مقدار گاز متناسب با مقدار نفتی که داره استخراج میشه در واقع اون رو اندازه گیری میکنن و بهش میگن شدت فلرینگ، یعنی چقدر ما نفت در واقع استخراج کردیم و چقدر گاز سوزوندیم. این دوتا رو که با هم مقایسه میکنن شدت فلرینگ به دست میاد و ما یه کار پژوهشی که انجام دادیم نشون میده که کشورهایی که آزادی اقتصادی زیادی دارن شدت فلرینگشون به شدت پایینه و کشورهایی که آزادی اقتصادی کمی دارن به شدت فلرینگشون بالاست. یعنی هرچی شما آزادی اقتصادی کشور رو، آزادی اقتصادی منظورم شاخص آزادی اقتصادیه که شما میتونید اون از دو تا از در واقع داده های دو تا در واقع مؤسسه، یک مؤسسه فریزر یک مؤسسه هریتیج که هر سال منتشر میکنه به دست بیارید، اونا نشون میده شاخص آزادی اقتصادی رو نشون میده. مثلا مؤسسه فریزر 4 تا گروه داره
گروه خیلی آزاد، گروه نسبتاً آزاد، گروه نسبتاً بسته و گروه اقتصادیش خیلی بسته، که ایران جز اون گروه اقتصادی خیلی بسته است، به آزادی اقتصادی خیلی کم، و این کاملا نسبت معکوس داره. بحثی که شما در مورد مالکیت میکنید، من از اینه که اصلا بله، بعضی از جای دنیا شما با پدیده مالکیت خصوصی منابع نفتی در واقع مواجه هستید، یا مثلا نروژ یه امکانی وجود داره که شرکت ها میتونن کار اکتشاف و شرکت های خصوصی میتونن کار در واقع اکتشاف رو به صورت داوطلبانه خودشون برن انجام بدن، و اگه جایی رو کشف کردن مثلا از دولت هزینه دریافت میکنن یا با دولت شریک میشن یا یه روشی شبیه به، در حالی که ما در واقع تو کشوری که در واقع این نظام کاملا دولتی، شما ناگزیرید که یه شرکت دائمی برای اکتشاف داشته باشید و همیشه هم هزینه‌اشو پرداخت کنید، مستقل از اینکه اون چیزی رو کشف میکنه یا نمیکنه، در حالی که اون روش نروژی اینه. ببینید، ما بحثمون الزاماً این نیست که منابع نفتی خصوصی بشوند، نه، منابع نفتی فعلا با همین وضعیت دولتی میتوانند با در واقع با استفاده از روش غیر انحصاری و غیر دولتی در واقع اکتشاف بشوند، استخراج بشوند، حفاری بشوند. یعنی شما همه این خدمات رو میتونید واگذار کنید به در واقع بخش خصوصی، در حالی که ما توی ایران هنوز هم پمپ بنزین دولتی داریم. خیلی تلاش شده که توی این سالا اینا رو واگذار کنن. یعنی شما از چاه، از جایی که نفت رو استخراج میکنید تا چرخ ماشین، جایی که دارید بنزین رو تو باک مردم میزنید، از چاه تا چرخ در واقع دولتی. یعنی اونجایی که یعنی دولت داره تو همه عرصه بنگاهداری میکنه، و این یعنی این که وقتی شما دولتی رو دارید که داره همش در بنگاه داری، خب اون از کار خودش به حکمرانی باز میمونه. یه عده در گذشته این ادعا رو مطرح میکردن که اگر آقای مصدق این کار رو کرده بود، برای این بود که دانش فنی نفت در واقع بومی بشه، در حالی که هنوز بعد از مثلا 60 و چند سال از اون رویداد به اصطلاح ملی شدن نفت، ما نه تنها در واقع در حوزه دانش نفت در واقع به خودکفایی نرسیدیم، بلکه اگه میرسیدیم هم کار غیر اقتصادی بود و هیچ کس هم توی دنیا اینجوری عمل نمی کنه. یعنی در واقع همه تو دنیا بر اساس مزیت نسبیشون توی صنعت مشارکت میکنن. مثلا قطر قرار نیستش که در همه حوزه ها مثلا به خودکفایی برسه، و این کاری که توی دنیا انجام میشه این هستش، بعضی از جای دنیا مثل آمریکا مثلا شما با حدیده منابع خصوصی نفت مثلا مواجه هستید، همون فرمایش که دارید. بعضی جای دنیا نه، شما منابع نفتی ملی هستن یا متعلق به مردم هستن، هم در واقع متعلق به اون ذینفعان اون سرزمین هستن، منتها اون منابع در واقع متعلق به ذینفعان اون سرزمینی نه توسط در واقع بنگاه‌های دولتی، بلکه توسط پیمانکارا و بنگاه‌های خصوصی در واقع استخراج میشه، استثمار میشه، فراوری میشه، توزیع میشه، و عرصه رقابت، قیمتا میاد پایین. دولت به امر بنگاهداری نمیپردازه، دولت به کار حکمرانی میپردازه. خیلی بحث جالبی بود، خیلی ممنونم، و امیدوارم که فرصت بشه که بازم بتونیم گفت و باید آن بدیم. ما تقریبا یک ساعتی که داریم صحبت میکنیم، برای من که خیلی آموزنده بود. شما اگه نکته پایانی دارید که بفرمایید در خدمت. من عرضی ندارم، امیدوارم که ما به تدریج بتونیم که در واقع در نظام اقتصادی ایران شاهد یه دولتی باشیم که سرگرم حکمرانی باشه و از تصدیگری و بنگاهداری در صنعت نفت، در صنعت برق، نمیدونم در صنعت آب، در همه این حوزه دست برداره. ما امروز مثلا شاهدیم که باشگاه های فوتبال ما هم دولتی هستن. یعنی در واقع این عرصه گستره در واقع فعالیت بنگاهداری دولت نه تنها نفت و اینا رو در نوردیده، بلکه انقدر
بزرگ شده که به حوزه‌های کاملا غیر ضروری رسیده که اصلا توجیه و توضیحی نداره، و این همون خشت اولیه که چون معمار کج خشت اول گذاشته، تا ثریا همینجوری دیوار داره کج بالا میره. امیدوارم که بتونیم شاهد این باشیم که دولت در واقع کوچک بشه و به وظایف اصلی خودش که حکمرانیه بپردازه و این حوزه رو کاملا واگذار کنن به در واقع بخش خصوصی، پیمانکاری خصوصی و فضای رقابتی ایجاد بشه، یعنی هم غیر انحصاری بشود و هم فضای رقابتی بشه، یعنی هم صنعت نفت، صنعت برق، صنعت خودروسازی، همه جا ما با این مشکل انحصاری و غیر رقابتی در واقع مواجه است. ممنونم از دعوت شما و سلام رو به خود شما و به همه همراهان این جلسه تبریک عرض میکنم و تشکر. ممنونم و ممنون از همه بینندگان و شنوندگان عزیز. قربان شما، وقت بخیر. خداحافظ.